الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ او را بیاورید. بیاوریدش. خب بگو ببینم این سکه را از کجا آوردی؟ متعلق خودم است، از جایی نیاوردم. به ظاهرتان نمی آید که اهل مزاح باشید. این سکه متعلق به زمان ما نیست، اصلا سکه های حالا این شکلی نیستند. این سکه در این زمان پیش شما چه می کند؟ من حرفی برای گفتن ندارم، جز اینکه این سکه از آن خودم است و از جایی هم نیاوردم. ببینید آقا، من خستم و حوصله ی جر و بحث با شما را ندارم، پس قبل از اینکه مجبور به عکس العمل شوم خودتان اقرار کنید که این سکه را از کجا آورده اید. پاسخ من همان است که گفتم، اگر هزار بار دیگر هم بپرسید پاسخی دیگر نخواهید شد. معلوم خواهد شد، اگرچه شلاق میتواند زبان شما را باز کند، اما تا تحقیق و تفحص دقیق تر من صبر میکنم. اون سکه خیلی قدیمی است، فکر میکنم جناب بارنواس مشاور عالی جناب تئودوس بتوانند قدمت و تاریخچه این سکه را تشخیص دهند. به قصر فرمانداری برو و جناب بارنواس را از طرف من به اینجا دعوت کن. اطاعت. هادریان از آنتونیان هاست، متعلق به 300 سال پیش. 300 سال پیش؟ دوست ما جناب بارنواس تاریخ‌دان است. ایشان میگوید که این سکه متعلق به 300 سال پیش است. حال به ما بگویید این سکه را از کجا آورده اید؟ من عالی جناب، من اگر اجازه دهید ابتدا من سوالی از شما بکنم. اول من سوال کردم. من هیچ چیز نمیدانم، هر پاسخی به شما بدهم بیفایده است. اصلا هیچ چیز سر جای خودش نیست، گویی دنیا زیر و رو شده است. آره جناب، آیا شما مسیحی هستید؟ چرا میپرسید؟ بله البته که مسیحی هستم، اتفاقا همان روزهای اول عمر تعمید شدم، حتی قبل از آن که امپراتور را تعمید دهند. یعنی امپراتور هادریان و دیوکلتیانوس هم مسیحی شدند؟ ببینم شما از چه صحبت میکنید؟ هادریان سالهاست مرده،
منظورتان از دیوکلتیانوس چه کسی است؟ اصلا شما اهل کدام شهرید آقا؟ این سکه زمان هادریان را از کجا آورده اید؟ گمان میکنم اهل فیلادلفیا هستم. البته شاید نه این فیلادلفیا. به خدا در ماندم. من دیگر از هیچ چیز سر در نمیارم. هادریان دیروز در فیلادلفیا بود، امروز سال هاست که مرده. دیروز همه بت پرست بودند، امروز همه خدا پرستند. دیروز معبد جانوس و مجسمه جوپیتر بر دروازه شهر بود، امروز هیچ اثری نیست. دیروز همه جا معبد بود، امروز کلیسا. ای خداوند مهربانم، من بنده درمانده تو هم. هیچ چیز نمیدانم. آگاهم کن. ببینم شما میدانید ما اکنون در چه سالی زندگی میکنیم؟ البته که میدانم، یعنی گمان میکنم که میدانم. دیروز که ما از این شهر رفتیم سال 890 بود. شاید هم دیروز نبود. با این وضع هیچ چیز ثابت نیست، فقط پروردگارم میدانه. 890؟ 890 بر مبنای چی؟ 890 سال پس از تأسیس روم. تولد مسیح 753. 890، 137 میلادی، همزمان با سال آخر هادریان. جناب قاضی، در حقیقت وقتی که هادریان مرد، شخصی به نام دیوکلتیانوس بر فیلادلفیا حکومت میکرد. حیرت انگیز است. ببینید آقا، من هنوز به درستی متوجه منظور شما نشدم، اما جهت اطلاع شما باید بگویم اکنون 437 سال بعد از میلاد مسیح است. و شما میگویید اینک سال 137 میلادی است؟ ظاهراً شما کمی در تاریخ اشتباه کرده اید. دقیقاً 300 سال. 300 سال؟ آیا به ما حق می دهید که سخنانتان را باور نکنیم و بی پرده بگوییم شما برای حفظ گنجی که یافته اید همه این خیال بافی ها و دروغ پردازی ها را کرده اید؟ بهتر از حقیقت را بگویید، چون ما رهایتان نمی کنیم. من نمی دانم حقیقت چیست، چون خودم هم سرگشته و حیرانم. او را ببرید و چند ضرب شلاق بزنید تا حقیقت را به خاطر بیاورد. احساس میکنم که در پشت این چهره حقیقتی نهفته است. خیلی دلم میخواهد از آن حقیقت سر در بیاورم. این چیست؟ تا کنون متوجه این نشده بودم.
ببینید. عجیب است. اولین سنگ ها و حالا این لوح. خط آن درست خوانده نمی شود. شکسته و فرسوده است. باید خیلی قدیمی باشد. شاید جناب ماکسیمیلیان از آن خبر داشته باشد. من پیش از جناب ماکسیمیلیان از این غار خبر داشتم، اما تا کنون این را ندیده بودم. آدریان فرار کردند و به ماکسی هرچه هست در مورد ماست. اول اسم ماکسیمیلیان و آخر تلمیخا. فقط نام تلمیخا خوانده می شود. یعنی چه کسی این را اینجا نصب کرده؟ مال کی بوده که فرسوده است؟ به هر حال نگران کننده است. من امیدوارم برای جناب ماکسیمیلیان اتفاقی رخ ندهد. باید ببینیم تصمیم گرفته سخن بگوید یا نه. خب چیزی به خاطرت آمد؟ من جز حقیقت نگفتم. باز هم میگویم، من و دوستانم همین دیروز، شاید دو روز پیش از این شهر خارج شدیم. همین شب پیش که امپراتور هادریان اینجا بود. خدایا تو با ما چه کرده ای؟ با دوستانتان برای چه از شهر خارج شدید؟ برای اینکه میخواستند ما را بکشند. برای اینکه ما موحد بودیم و نمیخواستیم در برابر امپراتور اظهار بندگی کنیم. دیشب را به ما فرصت دادند تا توبه کنیم، ولی ما از فیلادلفیا به غاری گریختیم و امروز من با تنها سکه‌ای که داشتم آمدم که برای دوستانم غذا تهیه کنم. من ماکسیمیلیانوس هستم، مشاور دیوکلتیانوس. شما که هستید آقایان، اینجا کجاست؟ نه، گفتی ماکسیمیلیانوس؟ دوست من، جناب قاضی، شاید این مرد راست بگوید. همون که در غار آنجلوس شهید شد، اجسادی که هیچ کس جرأت نزدیک شدن به آنها را ندارد. در زمان امپراتور هادریان و حکومت دیوکلتیانوس، 6 نفر از مشاوران قصر به همراه چوبانی به غار گریختند و در آنجا محبوس شدند تا مردند. شهدای غار آنجلوس؟ آری. صاحبان اجساد خوفناک؟ آری. من داستان این ماجرا را بر روی یک لوح در خزانه اسناد دولتی خواندم. نام همه را به خاطر ندارم، اما مطمئنم نام یکی از آنها ماکسیمیلیانوس بود و نام دیگری تلمیخا و یوانیس و سودینانوس، دیناسیوس و مارتینوس و آنتونیوس چوپان. خدایا به من رحم کن، من هیچ چیز نمیدم. یعنی شما امروز از غار آمده اید؟ بله. غار کوه آنجلوس؟ بله بله بله. شما در این مدت در غار چه میکردید؟ ما خوابیده بودیم. شب قبل زیر شکنجه و تعقیب و گریز فرصت خواب نیافتیم. امروز صبح که به غار رسیدیم خوابیدیم و اینک چند ساعتی بیشتر نیست که از خواب برخواستیم. این مرد ما را به تمسخر گرفته است. از یا نگویید آقا،
ما وقت نداریم. بگویید این سکه را از کجا آورده اید؟ من هزیان نمیگویم. هزیان میبینم، هزیان میشنوم. در این شهر همه مرا میشناختند. منزل من در این شهر معروف بود، ولی اکنون نمیدانم چه اتفاقی افتاده. تو از ما توقع داری حرفایت را باور کنیم؟ خودت اگر به جای ما بودی باور میکردی؟ حق با شماست. خود من هم نمیدانم چه چیز را باید باور کنم. دیگر کافی است. تو میخواهی با اختفای محل گنجی که یافته ای از پرداخت مالیات فرار کنی، ولی مطمئن باش که ما از تو اقرار خواهیم گرفت. او را ببرید و باز هم شلاق بزنید تا محل گنج را بگوید. واقعا او مستحق شلاق بود. من که از حرفایش هیچ سردر نمی آورم. نمی دانم چرا حرفایش را باور کردم. شاید تاریخ شناس بودن من موجب این کنجکاوی است. دست نگه دار. دستهایش را باز کن. گفتی خانه تو در این شهر معروف است. میتوانی آن را به ما نشان بدهی؟ اگر بلایی که بر سر این شهر آمده بر سر خانه من نیز نیامده باشد. این شما و این هم مأمور. هر کجا که میخواهی او را ببر. اگر اجازه دهید میل دارم در کنار شما باشم. احساس میکنم قضیه مهمتر از آن است که ما تصور میکنیم. باشد، من در خدمت شما هستم. کالسکه با دو مأمور. طبعا نام خیابان ها هم عوض شده. البته اگر 300 سال گذشته باشد اینطور نیست که ما بخواستیم. بله بله. اینجا به نظرتان آشنا نیست؟ اینجا را نمی‌شناسی؟ نه نه، هیچ کدام آشنا نیستن. نه نه، نمی‌شناسم.
اینجا چطور؟ صبر کنید، صبر کنید. طور نمی شود، بهتر است از دروازه شهر شروع کنیم. مطمئنم از آنجا می توانم راه خانه ام را پیدا. جناب بارنباس، بهتر نیست این بازی را تمام کنیم؟ کمی تأمل کنید ببینیم چه می شود. احساس خوشایندی به این موضوع پیدا کرده. بسیار خوب، تقاضای مشاور عالی جناب تئودوز را نمی توان رد کرد. سپاسگزارم. از سوار شوید برویم. برویم. آریوس در کتابخانه هستن. من صدایشان میکنم. جناب آریوس، پدر فیلوس تشریف آوردند. درود خداوند بر آریوس پیر. درود بر پدر فیلوس. بفرمایید بنشینید. شنیدم میخواهی دوباره مرا تا آنجراس ببری. من باید درون غار را ببینم. برای چه؟ مگر کسی جرأت میکند به آن غار نزدیک شود؟ از شما چه پنهان؟ من خودم قصد کردم یک بار داخل آنجا را ببینم، اما از صد متری آنجا چنان ترسی بر من غالب شد که منصرف شدم. میدانم، اما اگر خداوند بخواهد من مقاومت خواهم کرد. من باید آنجا را ببینم. چگونه ممکن است اجساد هفت انسان و سگشان بعد از 300 سال نپوسد؟ این خود نشانه آشکار بر معاد است. من فکرهایی دارم که با دیدن آنها محقق خواهد شد. میل خودتان است، اما گفته باشم با دیدن آنها هر فکری که در سرتان باشد پرواز خواهد کرد. جناب آریوس، در میان بستگان شما کسی شبیه این تابلو، یعنی شبیه جد بزرگتان هست؟ نه، تا اونجا که من میشناسم چنین کسی نیست. عجیب است. من امروز کسی را دیدم که شباهت بسیار زیادی به این عکس داشت. بگردار، علی رغم تغییرات زیاد باز هم میشناسمش. این خانه قدیمی را میشناسم، منظره جناب آریوس است. اینجا
اینجا یک دریچه دالان مخفی است. اینجا که چیزی معلوم نیست. نباید هم باشد. اینجا دریچه است مخفی که ما از آن فرار میکردیم. دریچه دیگر کنار دیوار شهر است. اگر هلینا و ارک مید و گالوس در خانه نباشند من چه کنم؟ در هر صورت شما ناچارید حقیقت را قبول کنید. خدا بزنم یاریم کن. من قاضی استیونز هستم و ایشان هم جناب بارنباس. میخواستیم با جناب آریوس ملاقات کنیم. بله بله بفرمایید. دیدید؟ او مرا نشناخت. مثل اینکه حقیقت دارد. شما همینجا بمانید. پدر بزرگ با شما کار دارند. چه شده ماری؟ چرا سراسیمی؟ خدای من باور کردنی نیست. یک نفر همراه آنهاست که درست شبیه همین تابلوست. جا مخروبه شده. این هم نبذارید. اینجا اینجا به این شکل نبود. اینجاها باغچه‌ای بود. بله اینجا تغییر کرده. ولی خیلی ها شبیه به هم هستند دخترم. اینکه این همه تعجب برانگیز نیست. نه این تنها شباهت نبود. من او را شناختم. این مجسمه اینجا نبود. اینجا چه میکنه؟ حالی جنابان؟ آری درست است. او شبیه آن تابلوست. خودش است. آه.
نگفتم او را دیدم؟ نگفتم؟ بسیار خوب، بسیار خوب پدر فیلوس، اجازه بدهید. بفرمایید آقایان، خواهش میکنم، بفرمایید، بفرمایید. صاحب این خانه کیست؟ خواهش میکنم جناب آریوس، هر سؤالی که کردن جواب بدهید، بعدن خودم برایتان توضیح میدم. من هستم، بفرمایید. چه شد که صاحب این خانه شدید؟ از پدرم به ارث بردم و او نیز از پدرانش. این تابلو را از کجا آورده اید؟ میبینید که تابلوی من است. تابلوی شما؟ بله. نه آقا، درست است که شبیه شماست، اما متعلق به یکی از اجداد من به نام ماکسیمیلیانوس است و تا آنجا که شنیده ایم در زمان هدریان شهید شد. در کجا شهید شد؟ او یکی از 7 شهید غار مخوف کوه آنجلس است. بله، ماکسیمیلیان مشاور اعظم دربار دیوکلتیانوس. شما که هستید آقا؟ من امروز 2 بار شما را دیدم. خودم هم نمیدانم او گفتنش چه فایده دارد. چه کسی میتواند باور کند در حالی که من خود نمیدانم که هستم و کجا هستم؟ من به وجود خودم هم مشکوکم. وای خدایا، تو با ما چه کرده ای؟ آیا شما جناب ماکسیمیلیان نیستید؟ چه من... میگویید پدر فیلوس؟ من در خواب دیدم که ایشان زنده شدند و به طرف من آمدند. پدر فیلوس، آیا خواب میتواند مبنای قضاوت و تصمیم باشد؟ ما به دنبال هویت این مرد هستیم. آیا شباهت یک تابلو و خواب شما پاسخ ما را میدهد؟ گفتید شما هلن نیستید؟ نه خیر آقا، من ماری هستم. ایشانم پدر بزرگ من هستند. اگر تو هلن نیستی، پس هلن من کجاست؟ هلن! هلن! اکمید گالوس! شما کجا هستید؟ یاریم کنید! از این بحران، از این گرداب، از این حیرانی و سرگردانی خلاصم کنید! نمیدانم آنچرا که میبینم حقیقت دارد یا نه! به من بگویید بر من و بر شما چه آمده! بگویید آنچرا که میبینم کابوسیست نهشتناک یا رویای شیری! هله ارکمید گالوس، ای همه ی موعدینی که درکم کرده، ما برای نجات شما خود را فدا کرده ایم، پس چرا درکمان گفته؟ بگویید که حقیقت ندارد، بگویید که هنوز خوابم. اینان میگویند شما را چند صد سال پیش از دست دادم، پس چرا داغتان این همه جگر سوز و جان گداز؟ فقط یک شب ترکتان کردم،
به من بگویید یک شب چگونه 300 سال به درازا کشیده. هلن ارکمی گالوس، برخیزید، برخیزید و مرگ خدایان را ببینید. خدایان مردند و خدایگان ها نیز. برخیزید و پیروزی خداوند یگانه را بر خدایگان ها، پیروزی محرومان خداپرست را بر تاجداران تخت نشین ببینید. ببینید که ایمان ماندنی و عشق به معبود جاودان است. ببینید که وعده خداوند تحقق یافته و بت پرستی مضمحل گردیده و نور ایمان همه جا را فرا گرفته است. حال به من بگویید در فراغ مرگ شما ناله سر بدهم یا در پیروزی و بهروزی هم کیشانم پای کوبی و دست افشانی کنم. ببینید چگونه درمانده شدم. آنچرا که مولایم مسیح میگفت تحقق یافته. میشنوید؟ حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی را که در خلوت خانه ها آموختید روزی بر پشت بام ها فریاد خواهند زد. این جمله از انجیل را که خطی در زیر آن کشیده شده من بارها خواندم، اما تا کنون معنی آن را درست نفهمیدم. من آن خط را کشیدم و گمان میکنم من و یارانم زنده شده ایم که معنی این جمله را بفهمیم و سیطره حق بر باطل را شاهد باشیم. شما از کجا انجیلی را که در خانه من است دیدید؟ شما که هستید آقا؟ با من بیایید جناب آریوس. قبلن به جای این در یک در سنگی بود. راست میگوید؟ آره. شما از کجا میدانید؟ چراغ مشعل اینجا یک راه مخفی است. ماری چراغ دار. هر کاری که میگوید انجام دهید جناب آریوس. آیا می دانید که در این دهلیز مخفی شما یک اتاق پنهان وجود دارد؟ پنهان؟ نه، نمی دانید. هیچ کس نمی داند جز من و گالوس. شما این را نگه دارید؟
اهرام این در پشت این سنگ است. لطفاً کمی تأمل کنید. شک شما از وجود این تابلو هم بیخبرید. این تصویر همسر من هلن است. هلن همسر مکس میلیانوس. خیلی شبیه توست دخترم، نه؟ آره کاملا. باور کردنی نیست. راستی شما جناب ماکسیمیلیان هستید؟ یعنی باید باور کنم که فرزند شما هستم؟ همان لحظه ای که از خواب برخواستم فهمیدم که حادثه‌ای غیر عادی رخ داده، ولی نمیدانستم آن حادثه این همه عجیب و دور از ذهن است. من گمان میکنم ماجرای عزیر نبی بار دیگر تکرار شده. پیامبری که میخواست بداند خداوند چگونه مردگان را زنده میکند و خدا او را برای 100 سال میمیراند و سپس زنده میکند تا نحوه زنده کردن مردگان را به وی نشان دهد. شما 300 سال در آن غار خوابیده بودید و خود نمیدانستید. جناب ماکسیمیلیانوس، فکر میکنید غرض از این خواب چه بود؟ ما همیشه از خود میپرسیدیم که خداوند مؤمنین را چگونه بر ظلم و جهل و بت‌پرستی غلبه خواهد داد و خدایان شرک را چگونه مقهور قدرت خیش خواهد کرد. و اینک می‌شنوم که می‌گویند آیین حق خود را حتی بر امپراتور هم تحمیل کرده است. آیا این پاسخ ما نیست؟
آیا تو جد بزرگ منی؟ آیا تو پیر مرد سپید مون فرزند منی؟ به درستی نمیدونم چه اتفاقی افتاده، اما یقین دارم که شما جناب ماکسیمیلیان هستید. من بارها شما را در خواب دیدم. عجیب است، هلن همه میشه خواب میدید. ارک میده من بیچاره هلن. ای کاش بود و تعبیر خوابهایش را میدید. ارک مید تقریبا 250 سال پیش از دنیا رفت و هلن 20 سال پس از غیبت شما رهلت کرد و اکنون در پای کوه آنجلوس مفهوم است. پای کوه آنجلوس؟ قبری که پای آن درخت است؟ آن درخت را چند سال پیش ماری به یاد مادر بزرگش در پای قبر او کاشت. عجیب. پس من اولین جایی را که پس از بیداری دیدم مزار هلن بود. ای کاش نمی گذاشتیم جناب ماکسیمیلیان بروند. من برای ایشان نگرانم. نگران نباش، هنوز دیر نشده. او گفت اگر تا غروب آفتاب باز نگشتم دیگر نخواهم آمد. صبح منتظرم باشید. اگر او را گرفته باشند چه؟ در آن صورت از ما کاری ساخته نیست، فقط خداوند باید او را یاری. خبری نشد؟ نه دوستان، به محض اینکه جناب ماکسیمیلیان برگشت باید اینجا را ترک کنیم. بدون شک دیوکلتیانوس تاکنون به همه جا خبر داده، پس هیچ شهری برای ما امن نیست. به جای این همه خیال بافی بگویید با گرسنگی چه کنیم. تا برگشتن جناب ماکسیمیلیان چاره ای جز تحمل نیست. ظاهراً دیوکلتیانوس قبل از بانو هلن مرده است. چه اتفاقهایی در طول یک خواب افتاده است؟ جناب ماکسیمیلیان، از زمان هادریان تا کنون بیش از 40 امپراتور بر تخت نشسته و سپس فرو افتادند. حدود 100 سال پیش امپراتور کنستانتین نیز به آیین مسیح در آمده و از آن پس میلاد مسیح را مبدع تاریخ قرار داده. اکنون بت پرستی برچیده و بتکده ها ویران شدند. امپراتورهای با آن عظمت چه آسان و چه کوتاه، در مدت یک خواب. خداوند آرزوهای بزرگ بندگانش را چه آسان برمی آورد. اگر صبر از کف نهاده از سر نادانی شکوه و سؤالی میکنیم، ما را ببخش. من باید به غار برگردم.
دوستان من گرسنه‌اند و منتظر بازگشت من. باید این خبر را به آنان نیز برسانم. اندکی تأمل کنید جناب ماکسیمیلیان، بگذارید آری جناب تودوز را نیز خبر کنیم. تودوز؟ آری، حاکم فیلادلفیا. در این شهر جریان‌هایی می‌گذرد که گمان نمی‌کنم بی ارتباط با بیدار شدن شما باشد. من خیلی سعی کردم سخنانش را باور نکنم، اما نتوانستم. او دلایل و شواهد بسیاری دارد. من شک ندارم که او راست میگوید. علائمی که او به ما نشان داد غیر قابل انکار بود و چهرهش درست همان بود که از ماکسیمیلیان بر جای مونده. این سخنان چیست که میگویی بارناباس؟ اگر شما را از پیش نمیشناختم در خرد شما شک میکردم. و من اگر شما را از پیش نمی‌شناختم پاسخی در خور حالتان به شما می‌دادم. از من بعید است در این سن بخواهم خود را مسکه خاص و عام کنم. پس با آنچه می‌گویم یقین پیدا کردم، اگرچه باور کردنی نیست. این آیاتی آشکار از جانب خداوند است. اگر حقیقت داشته باشد، بیشک رحمتی از جانب او اعطا شده تا حجت را بر ما تمام کند. نمیدانم بر سر عقل اینان چه آمده است. آیا قلب‌های بیمار امثال هراکلیوس بیدار می شوند؟ من که باور نمی کنم. بیشک این همان معجزه ایست که از خداوند جهت احیای اموات طلب می‌کردی. نمونه ای برای احیا و بازگرداندن ارواح به اجساد. و با این حادثه پرعظمت هر گونه تردیدی در مورد قیامت از دل صادقان و پاکدلان رخت برخواهد بست. و بیشک خداوند این چنین مردگان را زنده می کند. امیدوارم این چنین باشد. اجازه می دهید لوح مربوط به شهدای غار را به حضورتان بیاورم؟ ممنون می شوم. من که نمی توانم تحمل کنم. معلوم نیست این خرافات کی به پایان خواهد رسید. این شخص را از کجا پیدا کردن؟ نمی دانم. همین فرداست که از آنان خدا بسازند و تودوز در مقابلشان زانو بزند و ما را نیز مجبور به اطاعت از این روستایان کند. این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. اصلا از کجا معلوم داستان شهدای غار درست باشد؟ اینها دیوانند. احساس شرم زبانم را بسته. از عدم توان شکرگزاری این همه نعمت که خداوند ارزانیم کرده سخت شرمنده. کدام نعمت جناب ماکسیمیلیان؟ نعمت رهایی از حصار زمان. برای من زمان مرده و نمیتواند مانع درست دیدن و اندیشیدنم شود. حال من به راحتی حقایق طول تاریخ را درک میکنم، اما درک این حقایق برای شما به سختی میسر است.
اینها کی هستند؟ نمیدانم، بهتر است ما هم در مجلس باشیم تا ببینیم قضیه چیست. موافقم، برویم. برویم. عالی جناب آریوس به اتفاق همراهان. عالی جناب، بفرمایید. 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 پس این نعمت الهی که بر ما نازل شده شما هستید. ایشان تنها نیستند، شش تن از یارانشان هم در غار هستند. یعنی دوستان شما الان بیدارند؟ آنها نیز زنده شدند؟ بله، همه بیدار شدند. ولی این غیر ممکن است. هیچ چیز در عرصه قدرت خداوند غیر ممکن نیست جناب هرکلیوس، مگر برای منکرین. تبدیل لخته خون به جناب هرکلیوس غیر ممکن تر است یا خوابی طولانی؟ باور کدام یک مشکل تر است؟ جناب هرکلیوس چه شده؟ پس چرا ساکتید؟ جواب بدهید. درود بر عالی جنابان. جناب ماکسیمیلیان، ممکن است بار دیگر نام دوستانتان را بفرمایید؟ یوانیس، سودینانوس، دیناسیوس، تلمیخا، مارتینوس و آنتونیوس چوپان. آری، آری. ملاحظه بفرمایید، اینجا هک شده نام دوستان جناب ماکسیمیلیان. عجیب است، اما این چگونه ممکن است؟ چگونه این همه مدت بدون غذا دوام آوردید؟ چگونه در این مدت 300 سال جسم شما بر سنگ ها نپوسید؟ من خبر ندارم، کسی که متولی امور ما بود بهتر می داند. ممکن است آنان مرده بوده اند و خداوند جسدشان را حفظ کرده و سپس دوباره مثل عزیر نبی آنان را زنده کرده است. به جای این شایدها و بایدها، مردم را خبر کنید تا از این معجزه آشکار با خبر شوند. این معجزه است که به بسیاری از مجادله ها و مباحث ها در مورد معاد پایان می دهد. اگر قرار بود مردم در مقابل معجزات خاضع باشند، هیچ کس بر پیامبران کافر نمی شد. سخن شما در مورد مغرضین صحیح است، اما حقیقت جویان نیز کم نیستند. شما نمی دانید منکرین معاد چگونه گستاخی می کنند و چقدر با دلائل بی اساس مؤمنین خدا پرست را در تنگنا قرار می دهند. وجود شما دهان یاوه‌گویان را خواهد بود. بهتر نیست دوستان شما را نیز به شهر بیاوریم تا همه مردم ببینند که یاران غار زنده شده اند؟ چرا آن قدیسان را به اینجا بیاوریم؟ بگذارید مردم خود به غار بروند و به وضوح ببینند که خداوند چگونه مرده ها را زنده می کند. بگذارید پایان داستان غار مخوف را خود ببینند. به جارچیان بگویید مردم را خبر کنند. با صبح به غار می رویم. بهتر نیست پیکی به روم فرستاده و پاپ را در جریان این امر قرار دهیم؟ چرا؟ حتما لازم است. شما در این خصوص اقدام کنید. اطاعت.
بفرمایید. اگر عالی جناب تئودوس اجازه دهند، من باید امشب به غار بازگردم. برای چه؟ دوستانم هم گرسنه‌اند و هم نگران حال من. در ثانی، آنها از آنچه پیش آمده بی خبرند و اگر سیل جمعیت شهر را ببینند، وحشت زده ممکن است فرار کنند. فرار؟ فرار برای چه؟ مگر از مردم می ترسند؟ مثل اینکه فراموش کرده اید ما در حال فراریم. فرار از دست سربازان هادریان و دیوکلتیان. اگر لازم است چند سوار با شما همراه کنم. سپاسگزار خواهیم شد. من و ماری هم به همراه ایشان خواهیم. بله بله. امشب خواب از چشمان مردم فیلادلفیا رخت بربسته. شما حرکت کنید. ما نیز صبح خیلی زود در آنجلوس خواهیم بود. سپاسگزارم عالی جناب. برویم.